کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم میمیریم. از عشق، از امید، از فردا نمیترسی، میبوسمت در بین طالب ها نمیترسی، میبوسمت در گوشه مسجد نمیلرزی، در بین عطر وحشی سنجد نمیلرزی، میبوسمت در بوغ زسوک فاری ها، میبوسیم در گیر انتحاری ها، میبوسیم در گیر انتحاری ها. تو مومن هستی یا نمازت بوسه هایت هست؟ تو فرق داری اعتراضت بوسه هایت هست؟ در بین عشق و خون و تاولها بگیر از لب، در بین شلی که مسلسلها بگیر از لب، با درود و احترام. ای کاش و ای کاش هرگز یک سری از حوادث در افغانستان پیش نمی اومد تا من بتونم یک همچین برنامه رو بسازم و سندی کنم برای خیلی از صحبتهایی که تا حالا در چندین برنامه انجام دادم. اما برای اینکه مسئله فقط مربوط به امروز نیست و شامل فردا هم میشه، شامل فردای آزادی ایران هم میشه، این اشاره ها رو مجبورم در این برنامه بکنم. هموطنان عزیز، ایران سال 1299 خورشیدی رو تماشا کنید. ایران پیش از سال 1299، چند سال مونده به سال 1299 خورشیدی و به روی کار آمدن رضاخان سردار سپه. ایران سال 1299 از جنبه‌های متفاوتی بسیار شباهت داشت به افغانستان سال 2003 میلادی که آمریکا حمله کرد و اون بافت اجتماعی افغانستان. از سال 2003 تا امروز حدود 17 سال گذشته. کسی که در 1299 در ایران به قدرت رسید، دوران پادشاهیش حدود 16 سال بود. در ایران رضا شاه به قدرت رسید و در افغانستان گماشته های ایالات متحده آمریکا، هم از کرزای و غنی و هم درگیریش با عبدالله و اینها، اومدن روی قدرت. در ایران پادشاهی پهلوی به قدرت رسید، در افغانستان جمهوری. آن کسانی که همیشه همه جا تحت هر شرایطی عنوان می کردند که دموکراسی رو پهلوی ها از بین بردند، رضا شاه بزرگ دیکتاتور بود
وای چقدر اینها روند دموکراسی رو در کشور از بین بردن و دیکتاتوری ایجاد کردن و اینها، نتیجه دموکراسی بازی، نتیجه لوی جرگ بازی در جامعه با حالت افغانستان سال 2003 رو امروز خوب تماشا کنید. بارها و بارها گفتم، بارها و بارها برنامه ساختم که رسیدن به دموکراسی یک پیش زمینه های احتیاج داره. از این توهم پیاده کردن جامعه سوئیس در برخی از جوامع خاورمیانه یا جوامع دیگه در دنیا بیایید بیرون. دموکراسی به اولیه و حد اقل سواد، سواد خوندن نوشتن حداقل، و حداقل آگاهی و حداقل رفاه در حد اینکه یک نون داشته باشه کسی شب بخوره داره. اصلا دموکراسی خارج از این چیزی معنایی نداره. بارها در این مورد صحبت کردم تا متوجه، یعنی یک زاویه دیدی دارن برخی از هموطنان عزیزمون که روش با فشاری میکنن. نمیدونم آیا امروز که افغانستان رو میبینید، چون واقعا لوی جورگه افغانستان، مجلس افغانستان یک دموکراسی واقعی بود. چند هزار نفر از همه طیفا و عقایدشون رو اونجا جمع میکردن دور هم و کارشون رو پیش میبردن و این مسائل. آیا میبینید نتیجه این که در یک کشوری بدون حد اقل سواد و بدون حد اقل رفاه یه دفعه بخواد دموکراسی سوئیس رو، کار وارداتی آمریکا بود دیگه، در اونجا پیاده کنید، ببینید نتیجه چی میشه دوستان. حد اقلش این باشه که یه مقدار شرافت قضاوت خودتون رو بالا ببرید در مورد تاریخ پهلوی، در مورد رضا شاه بزرگ، و بعد همینطوری در روی صندلی لم بدید و بگویید که رضا شاه دیکتاتور بود. فکر نکنید حالا ایران خیلی مثلا شرایط فرهنگی بالاتری داشته و اینا. نه، ایران 1399 خیلی شبیه افغانستان سال 2003 بود. بی خودی خودمون رو گول نزنیم روی سری از شعارها. اصلا افغانستان بخشی از ایران بوده زمان قاجار. ادامه ایران که خود کشور کنون ایران میشه، از افغانستان از هم جدا شدن، در ایران یه ماجرای پیش میاد تا امروز به نام دوره پهلوی ها، که چنین چیزی در افغانستان پیش نمیاد، وگرنه همچی قرار نبود وضعیت ما هم بهتر شه از وضعیت افغانستان کنونی. اینم پنبرم بعضی از گوششون بیرون کنن که احساس میکنن حالا چون در یه جغرافیای امروز ایران زندگی میکنن دیگه ته فرهنگن. نه، اینطوری نیست. افغانستان هم جز همین ایران بوده و ببین به کجا رسیده. اگر ما در چارچوب مرزهای کنونی ایران دوره پهلوی ها رو تجربه نمی کردیم، بعضا ما هم مثل همون افغانستان بودیم، فرقی نمی کرد وضعیتم. رضا شاه 16 سال در ایران سلطنت کرد و این چند تا مفتخور 17 سال در افغانستان حاکم بودند. چه خوشت بیاد هموطن، چه خوشت نیاد، افغانستان احتیاج به یک حرکت فرهنگی اقتدارگرایانه داشت. افغانستان احتیاج به کشف حجاب کوبنده داشت. افغانستان احتیاج داشت اگر مسئله مثل مسجد گوهرشاد درش به وجود میاد، فقط با گلوله پاسخشون رو بده. میخواید خوشتون بیاد، میخواید خوشتون نیاد، میخواید حقایق تاریخ رو درک کنید، میخواید نکنید. در مقابل افعیهای فناتیک مذهبی هیچ راهی غیر از مشت آهنین وجود نداره. اگر شماها که فریادتون بلند است از کشف حجاب رضا شاه، که اون هم چادر رو از سر زن ایرانی در اون زمان برداشت، چادر روبنده رو، پوشیه رو،
و مشکلی نداشت اگر کسی روسری هم سرش میکرد، چادر پوشیه رو برداشت از سر زن ایرانی از اون شرایط. اگر این رو نقض حقوق بشر میخوندید و به عنوان دیکتاتوری رضا شاه مطرح میکردید، پاسخ شما چیه به کسانی که برغر رو ممنوع نکردن از سر زن افغان برنداشتن؟ 17 سال فرصت همه این کارها رو داشتن. بالاخره دموکراسی آمریکایی هم بود، نمیشد به این راحتی این کارها رو انجام داد. و امروز دختران افغانستانی رو گلوشون رو جلوی تیغ کثیف‌ترین موجودات تاریخ گذاشتند. من نمیتونم به خاطر محدودیت‌های حقوق بشری یوتیوب فیلم برای شما نشون بدم، ولی دختران 12-13 ساله رو دارن از خونه ها میکشن بیرون، به ازدواج نرخرهای خودشون در میارن، اعلام کردن دوباره باید برقه بر سر بذارن، اعلام کردن مدارس دخترانه فقط تا سن 12 سالگی اجازه دارند که پیش برن. اگر اینها کار رضا شاهی میکردن در افغانستان، فکر نکنه جامعه ما متفاوت بود، یکسان بودیم ماها. منتها رضا شاه اومد کار رضا شاهی کرد، کار با اقتدار، کار فرهنگی کرد. و اگر چنین کار رو امروز در افغانستان کرده بودن در طی مدت، این فناتیک های مذهبی رو میتونستن در نطفه خفه کنن. من به شما قول میدم اون دسته از افغانستانی هایی که واقعا دلم هم براشون خونه و میدونن چه خبره و آگاهن، امروز در حسرت چکمه رضاخانی هست. ولی برخی از دموکراسی خواهان ما در قضاوت تاریخ همچنان فحاشی میکنن به رضا شاه. و یک مسئله دیگه تاریخ اینه که این چند تا مفتخوری که در طی 17 سال در افغانستان حاکم بودن، نتونستن برن یه سرکوب درست بکنن، یک آرتشی تشکیل بدن که حداقل در داخل توانایی سرکوب داشته باشه، نتونستن برن یه سری واقعا اراذل اوباش رو درست سرکوب بکنن، برخلاف رضا شاهی که آرتشش حداقل در داخل رفت و تک تک اشرار محلی از شیخ خزعل و تا شرق و غرب و شمال جنوب و شمال غرب و همه رو زیر پا له کرد. این مفتخورها در طی این 17 سال یک کار درست زیرساختی برای افغانستان انجام ندادن، در صورتی که میگوین مثلا افغانستان مگه چه منابع طبیعی خاصی داره. حالا بگذاریم که غیر از نفت خیلی منابع طبیعی هم داره، زمان رضا شاه بزرگ هم ما درآمد نفتی نداشتیم، ولی ایشون یک کشور رو با همت سایر میهن پرستان از زیر خاک کشید بیرون، زیر ساختاش رو ساخت، ایران نوین رو تحویل آینده داد. فرق واقعا ببینید، حکام کشورها واقعا میتونن در سرنوشت کشورها تاثیر بذارن. اگر این مفتخورها کارهایی رو که رضا شاه در طی اون 16 سال انجام داد در کشورشون انجام میدادن، امروز شاهد چنین فجایعی نمی‌بودیم در افغانستان، چه به لحاظ زیرساخت اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ توسعه کشور، چه به لحاظ کارهای زیربنایی در کشور. و مسئله دیگه در مورد رضا شاه و این مفتخورها این هست که رضا شاه بزرگ یک فرد ضد استعماری بود، یک فردی بود که استقلال ایران رو می‌خواست. کاری ندارم چی گفتند، یک برنامه‌ای دارم بر اساس اسناد محرمانه بریتانیا ساخته شده در کتاب سیروس غنی و سایر کتاب ها، همه اینا مطرح شده تحت عنوان روابط رضا شاه با انگلستان، افشای دروغ بزرگ قرن. برید این برنامه رو دوستان عزیزی که ندیدید حتما ببینید. رضا شاه یک فرد ضد استعماری بود که هیچ نگاهی به بیگانه نداشت. بله همکاری‌های با آلمان داشت انجام می‌داد، ولی
سیاست آلمان در اون زمان در ایران به هیچ وجه استعماری نبود. این رو مقایسه کنید با این حضرات که فقط دستش رو به چشم آمریکا بود. من بارها گفتم نتیجه اعتماد به آمریکا برای تعیین سرنوشت آینده کشور میشه فاجعه افغانستان. اینکه من همیشه گفتم برای آزادی ایران ما باید به قدرت‌های بزرگ جهانی بیایم بگیم بله ما کشور خودمون رو می‌خوایم، از شما حداقل دست حمایتت رو از پشت رژیم جمهوری اسلامی بردار. بله در این حد من هم قبول دارم که کشورهای قدرتمند دنیا باید همکاری کنند، بسیار مهمه. اما اگر بیایم بگیم مثل برخی در اپوزیسیون، همیشه مثالش هم میزنم، ما رو افراد دیگه هم چنین هستن، رفته با دو سه تا دوستاش کنگره و سنا رو انداخته و این صحبت ها، اگر بیفتیم به پای هر آمریکایی و یک حزب خاص و بخوایم راه نجات ایران رو فقط از اون طریق ببینیم، نتیجهش میشه نتیجه افغانستان. و اما در مورد آینده یه مسئله رو بگم و بعد یه صحبت کوچکی هم در مورد دوران پهلوی دوم دارم. در مورد آینده دوستان، من جزء اون دسته ای از پادشاه خواهان هستم که بدون شعار اعتقاد دارم که آینده ایران باید آینده دموکرات باشه واقعا، و اعتقاد دارم جامعه امروز ایران بسیار متفاوته با کشوری مثل افغانستان و کنونی و اینها. و درسته یک سری مسائل هست که در موردش همیشه فکر میکنم، ولی در کل امروز جامعه ما میتونه پذیرای دموکراسی باشه. اما یک سری استثناءات رو باید برای آینده قائل باشیم واقعا. یکی از عزیزان، یک آقایی یه توییتی زده بود، نوشته بود اتفاقات افغانستان ثابت میکند اگر آخوند را کفن نکنی آخوند کفنت خواهد کرد. من واقعا به این لحن و به این حد از قضیه اعتقاد ندارم. خود رضا شاه هم واقعا ضد دین نبود. حالا میدونم که خیلی از دوستان که امروز میخوان بگن رضا شاه حالا مسائل ضد دین دارند و اینها، میخوان رو بگن، واقعا نبود. رضا شاه ضد دین نبود به مفهوم خود دین. نه من همچین جمله رو عین این قضیه رو اعتقاد ندارم، ولی اعتقاد دارم در فردای ایران خوب به گوش باشند همه عزیزان، تمام کودکانی که بردا به دنیا می آیند، شاید یک روزی این کلیپ رو دیدند، خوب اینها رو بشنوند. هر کسی در هر گوشه‌ای در هر جایی از خاک مملکت ایران اگر صحبتی کرد از اسلام سیاسی، اگر اشاره‌ای کرد به حکومت اسلامی، اگر اشاره‌ای کرد به اسلام سیاسی، در جا باید کوبنده دستگیر بشه. و کاری رو که ژنرال سیسی در مصر با اخوان المسلمین انجام داده در موردش انجام بشه. یعنی مثل موش کور پرتش کنن. اعدام رو من اعتقاد ندارم، اعدام افراد رو قهرمان میکنه الکی، یه نسلی هم به وجود میاره که بعدن میخوان انتقام جو باشن، حالا هر چقدر هم پدرانشون آدم های مزخرفی باشن، مثل موش کور بندازتشون در سیاه چال تا آخر عمر در حبس ابد، تا در کثافت خودشون غوطه ورشن، تا انقدر بلولن تا بمیرند. هیچ بحث دموکراسی نباید در مورد افرادی داشت در شرایط منطقه خاورمیانه و کشور ایران در فردای آزادی که اعتقاد به حتی ذره ای از اسلام سیاسی دارند. تنها و تنها مشت آهنین، سرکوب، زندان و اشد مجازات. مصر خوشبختانه از ماجرای ایران خیلی درس بزرگی گرفت و ژنرال سیسی و
دیدن دموکراسی هم که اونجا باز دموکراسی بازی داشت راه میافتاد و اینا، بلا فاصله تا دیدند که اخوان المسلمین اومد وسط، رفتن دومشون رو چیدن و مثل یک مش موش کور الان همشون دارن توی سیاه چالهای قاهره میلولن تو هم دیگه. ببینید دوستان، من واقعا طرفدار دموکراسی هم، شعارم نمیدم، آدمی هستم که کاملا جرأت دارم میام اینجا رک از عقیدم دفاع میکنم و اعتقاد دارم که دموکراسی باید برای آینده ایران باشه. چرا همینو اعتقاد دارم؟ به خاطر اینکه مردم ما بنشینند یک نفر بیاد تمام مملکت رو آباد کنه، مملکت رو بسازه، زحمت بکشه، عرق جبین بریزه، اشک بریزه، دهن خودش رو عذر میخوام سرویس کنه، بعدش هم بالاخره در هر کشوری در هر شرایطی یه بحران هایی ممکنه پیش بیاد، بالاخره جامعه حکومت در کشوری داره اداره میشه دیگه، تا یه بحرانی پیش بیاد کسانی که این همه اون فرد براشون زحمت کشته بریزن بگن مرگ بر تو. نه، قرار نیست یه نفر رو بندازیم وسط بگیم آقا تو برو مملکت رو بساز. یه روزی هم یه اشتباهی، یه مسئله بحرانی که هم طبیعی است در تمام دنیا به وجود بیاد، بریزیم فوش بش بدیم بکشمش پایین. همه باید دست به دست هم بیان وسط و ایران فردا رو بسازن. ولی من میگم این دموکراسی، ببینید من اصلا اعتقاد ندارم که این دموکراسی مثلا سوئیس رو با یک کشور، همیشه هم اینو میگن، یه جمعیت چند میلیون، 6 میلیون 7 میلیون جمعیت رو از قلب اروپا بیایم برای آینده ایران مثلا یک مثال بذاریم. نه، بله دموکراسی باید به وجود بیاد، اما استثناءاتی داره. باز هم تکرار میکنم اگر هر کسی در چهار گوشه مملکت دم زد از اسلام سیاسی، مثل موش کور جاش در سیاه چال باید باشه. حالا بعضی موقع آدم توصیه‌ای میکنه، من که نه قانونگذارم نه در آینده ایران، در فردای آزادی ایران من رو اصلا خواهید دید، من آخرین مرحله کار سیاسیم روز رفراندوم هست و آخرین حرکت خودم رو همه میدونم که پیکر آریان مهر رو با کمک همه همرزمان، میلیون ها همرز در کشور بازگردونیم به خاک ایران. اما بدونید و آگاه باشید و این در ذهن همه باشه که ایران دموکرات ایران خوبیست، قرار نیست دوباره یک نفر بیاد همه زحمت ها رو بکشه و بعدا هم فوش بخوره بکشمش پایین. باید جامعه حکومت فردی نداشته باشه، ولی استثناءاتی که برگرفته از حاصل تجربه تاریخ این مملکت هست رو باید در نظر بگیریم. اما دوستان عزیز، ببینید من یه مسئله کوتاهی هم در مورد دوران پهلوی دوم خدمت شما عرض کنم. شنیدیم خیلی جاها و خیلی هم شاید اعتقاد داشته باشید، حتی خود شما خیلیاتون اعتقاد داشته باشید که محمد رضا شاه پهلوی دست آخوندها رو خیلی باز گذاشت. من میخوام این مسئله رو خدمت شما بگم و فقط ازتون میخوام که با این زاویه دید حتما به ماجرا نگاه کنید و بعد خودتون هر قضاوتی که دارید انجام بدید. در دوران رضا شاه بزرگ ما قضیه‌ای تحت عنوان جنگ سرد در دنیا نداشتیم. مهمترین مسئله سیاسی در تمام جهان، در تمام دوران حکومت شاهنشاه آریان مهر، بحث جنگ سرد و تقابل دو بلوک سوسیالیست و کمونیست با کاپیتالیسم و دو بلوک شرق و غرب، مهمترین مسئله دنیا بود که تمام رفتارهای سیاسی رهبران مختلف رو در جهان شما باید با دانستن و در نظر گرفتن چنین مسئله و چنین محیطی بسنجید و در موردش قضاوت کنید. کمونیست ها از آمریکای جنوبی تا اروپای شرقی، از اون ور تا آسیای شرقی رو تفکرشون فتح کرده بود و حالت شهوت گسترش هم داشتن. اصلا ما این قضیه مشکلی نداشتن که برن کشورهای مختلف رو یکی پس از دیگری فتح کنن، که اصلا سرمایه گذاری کرده بودن روی مسئله، انواع احزاب چپ رو در دنیا به وجود آورده بودن برای همچین داستانی.
این کشوری که چنین، این تفکری که چنین حالت جهان گشایی داشت، مادر اصلیش اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین مرزها رو با کشور ایران داشته، یعنی مرز خیلی بزرگی با ایران داشته. حتی در کشورهایی که مرز مشترک نداشتند با شوروی، ما شاهد این هستیم که مثلا در آمریکای جنوبی، مثلا در شیلی، مثلا در اروپا، در اروپای غربی، در به خصوص جنوب اروپای غربی، یا در کشورهای مختلف، ما شاهد این بودیم که یک حرکتی شکل میگیره برای مقابله با نفوذ کمونیست که بها میدند به کلیسا، بها میدند به مذهب، برای اینکه بتونن جلوی گسترش تفکر کمونیستی رو بگیرند. حتی در خود آمریکا شما برید ببینید که این قضیه این گاد وی تراست کی اومده روی دلار، چقدر در خود آمریکا بحث‌های مذهبی رو بهش بها دادن در اون زمان، چقدر روی این قضیه سرمایه‌گذاری کردن و چقدر اهمیت دادن برای مقابله با جهان سوسیالیسم. واقعاً یکی از برگ‌های اصلی و مهم در جامعه‌های مختلف، به خصوص جوامعی که به شدت در خطر بلعیده شدن توسط کمونیستا بودن، استفاده از ابزار مذهب بود. من اعتقاد ندارم که محمد رضا شاه پهلوی فردی بود که مذهب اعتقاد نداشت، نه، ایمان قلبی داشت، ولی این قضیه خیلی مهمه، این قضیه واقعا مسئله‌ایه که باید بهش توجه کنید. یه مثال بهتون بزنم، مثلا شاید شنیده باشید چیزی در مورد کودتای افسران نظامی حزب توده در ارتش شاهنشاهی که یک شاخه نظامی تشکیل داده بودند و قصد کودتا داشتند و از اون طرف در شوروی هم در زمان خروشچف آماده بودند که بیاند و بعد از این کودتا ایران رو ببلند. همه اینا رو قبلا در برنامه کامل توضیح دادم با اسناد و اینها. اما چه کسی اون کودتا رو لو داد؟ چند افسر نمازخون ارتش. نمیخواد، اینا میترسیدند از غلبه لامذهبها در جامعه، غیر از حالا بحثای ملی و اینها. این واقعیته. ماجرای 28 مرداد هیچ چیزی به اندازه حرکت روزافزون حزب توده، توده های مردم رو، اون حزب توده است منظورم، توده های مردم رو، مردم عادی کوچه بازار رو خشمگین نکرد بر ضد مصدق. یعنی اون واقعا خطر حزب توده رو اینا کاملا درک کردند، مردم این احساس رو داشتن دیگه، یعنی متنفر بودند از بی خداهای کمونیست. و شاه میدونست این یک ابزاری هست براش که باید ازش استفاده کنه. در سال 42، ببینید به مرور زمان اینطوری هم نبود که هیچ برخوردی نخواد با فناتیکای مذهبی بکنه. در سال 42 که من در بخش دوم مستند انقلاب شاه و ملت، انقلاب سفید شاه و ملت کامل بهش خواهم پرداخت، سرکوب محکمی کرد. اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همه روزه است. در 15 خرداد ارتجاه سیاه با همدستی دائمی توده‌ای های بی‌وطن کاری در تهران کردن که ننگ آن پاک نخواهد شد. یکی دو هفته است می‌بینیم و می‌شنویم عده‌ای مثل مارهای افسرده در حرکت هستند و چون اینها در کثافت خودشان غوطه‌ور هستند، باید گفت مثل شپش‌های افسرده‌ای هستند که کم کم اشعه آفتاب با آنها می خورد.
مثل اینکه بدبخت ها فکر میکنن موقع خزیدن در کثافت خودشان دو مرتبه رسیده است. این عناصر فرومایه با همفکران ارتجای خود اگر از خواب غفلت بیدار نشوند، صاعقه‌ای چون مشت عدالت بر سر آنها در هر لباسی که باشند فرو کوفته خواهد شد که شاید به این زندگی ننگین و کثافتشان خاتمه داده شود. هیچ چیز خداپسندانه تر از عدالت اجتماعی و رفع ظلم نیست. البته در این مورد همیشه در راه ما سنگ‌هایی بوده است. افراد قشری و نفهمی بودند که هیچ وقت مغز آنان تکان نخورده و نمیتواند تکان بخورد، برای اینکه متاسفانه قابل تکان خوردن نیستند. به هر زمانی و در هر موقعی به یک طریقی توانسته بودند تا اندازه اجرای این افکار و این نیات را به تأخیر بیاندازند، ولی این تأخیر دیگر جایز نیست. ما در بین سایر ملل دنیا زندگی میکنیم و نمیتوانیم یک دیوار بلند دور خودمان بکشیم و بگوییم که ما با دنیا کاری نداریم و فقط با خودمان زندگی میکنیم و در کثافت خودمان غوطه‌ور خواهیم بود. این دیگر قابل دوام نیست. ما امروز مقرراتی داریم که از هر مقررات دیگر ممالک آزاد دنیا اگر جلوتر نباشد عقبتر نیست. این عدالت اجتماعی مورد پسند خداوند است. در کنگره دهقانان موقعی که لوایح ششگانه را میشمردم و توضیح میدادم گفتم که در راه جلوگیری از اصلاحات ایران مسلماً ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ از پای نخواهند نشست و تمام سعی خود را به کار خواهند برد که مانع این اصلاحات بشوند. البته هر کدام به یک عللی. ارتجاع سیاه اصلاً نمیفهمد، زیرا از 1000 سال پیش یا بیشتر فکرش تکان نخورده و در جاهای دیگر هم شاید به همین طریق باشد. شاید بیشتر اینان فکر میکنند که زندگی فقط این است که از یک جایی ولا به ظلم باشد، به زور باشد، به بتالت باشد، به بیکاری باشد، یک چیزی به او برسد و او یک غذایی بخورد و شب سر به بالین بگذارد و فردا دو مرتبه همین زندگی تکرار بشود. حالا مگر او متوجه است که جامعه امروزه مقرراتی دارد؟ تمدن امروزه شرایطی دارد که مهمترین آنها عدالت است، رفع ظلم است، تساوی حقوق است. زمانی که مبارزه با رژیم پهلوی رو شروع کردید، آیا از اول قصد برکناری شاه و پایین کشیدن رژیم سلطنتی رو داشتید یا نه مثلا اول قصد روحانیت و امام نصیحت شاه بود و بعد رسید به این که نباید شاه برود؟ اصلا من قصدم از اول نابودی شاه بود، چون این مرد ناجور و آمد بخون گفت دوره مفخاری گذاشته است، 1000 سال از فکر اینا تکان نخورده، دوره مفخاری گذاشته است، 1000 سال از فکر اینا تکان نخورده، دوره مفخاری گذاشته است، 1000 سال از فکر اینا تکان نخورده. ولی در کل یه مسئله هم یه مقدار جالبه دیگه. ما 20 ساله در جامعه هم، واقعا 20 ساله، حدود 20 ساله میشه گفت که جامعه همون به یه سری مسائل رسیده در سطح گسترده و تا پیش از این قضیه، حتی همین 20 سال پیش، جامعه میگفتش که محمد رضا شاه پهلوی ضد اسلام بود. این یکی از انگهای محمد رضا شاه پهلوی که خیلی ها بهش میزدن، حالا هنوز هم الان عده کمتری میزنن، این هست که آقا این ضد اسلام بود، در جامعه اسلامی نمیدونم اون وضع سینما بود، اون وضع مشروب فروشی ها بود، اون وضع فلان بود، در فلان جاها جلوی گسترش اسلام رو میگرفت. او اصلا محمد رضا شاه پهلوی یکی از بزرگترین انگهایی که تا موقعی که زنده بود بحث اسلام ستیزی بهش میزدند ملت غیور ایران. حالا تو این 20 سال اخیر فرزندان اون ملت دارن میگن آقا این چه وضعی بود، چقدر به اسلام بها داد و این صحبت ها. و اما سه نکته کوتاه. یکی این که دلم نمیاد این برنامه رو تموم کنم و جمله‌ای خطاب به شخص جو بایدن مطرح نکنم. شرم تاریخ بر تو، ننگ تاریخ بر تو جو بایدن، و البته ننگ بر تمام چپ جهانی از رسانه‌های جریان اصلی جهان
تا تمام اون ژورنالیست ها و روشن فکرانی که به طور مثال اگر در دوران پادشاهی در ایران خر تب می کرد، آه و نالهشان جهان رو پر می کرد. ولی امروز در مقابل فاجعه افغانستان فقط و فقط سکوت کردند. مسئله دیگه این که فکر میکنم نه فقط ایران بلکه کل خاورمیانه امروز تک تک این جملات را با تمام سلولهای بدنش داره درک میکنه. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدن. و آخرین حرف این که نمیدونم چه کاری از دست ما برمیاد برای سایر فرزندان فلات ایران زمین، برادران و خواهران افغانستانیم، ولی این رو میدونم که همونطوری که تمام این آتش از ایران و حرکت ارتجایی خمینی ملعون آغاز شد، بالاخره روزی فرهنگ ایران زمین، ناسیونالیسم اصیل ایرانی در ایران بر اهریمن پیروز خواهد شد و قطعاً به تبع اون پس از مدتی افغانستان عزیز هم از شر اهریمن خلاص و راحت خواهد شد. سر افعی را باید در مرکز لانه‌اش زد. پاینده باشید، برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان، جاوید شاه، بدرود، تا بعد. از عشق، از امید، از فردا نمیترسی، میبوسمت در بین طالب ها نمیترسی.